متاسفانه تعدادی کودک در میان قربانیان بودند، همینطور به هر حال خانواده هایی که درگیر این حادثه هستند حتما کودکانی اطرافشون هست و سوال همیشه مطرح است که چطور باید با کودکان در این جور موارد صحبت کرد و چطور باید با اونها برخورد کرد. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان از ویرجینیا در آمریکا با ماست. آقای فرمند، برداشت شما چی هست؟ باید به نظر شما در مرحله اول، حالا میخوایم در همین جمع کوچک در میان خانواده کسانی که کسی رو عزیزی رو از دست دادن، حالا هم در این اتفاق هم در اتفاقهای مشابهی که ظرف چند روز گذشته شاهدش بودیم، باید چطور به بچه‌ها بگن این موضوع ها رو؟ حتی یکم عقبتر هم میشه، حداقل از اتفاقات اخیر میشه به اعتراضات 88 هم برگشت. به خصوص مقایسه میکنم به خاطر این ملی شدن ماجرا، یعنی در رسانه‌های ملی و رسانه‌های خارج از ایران به خاطر ابعادش بهش بسیار پرداخته شد. حتی اونهایی که مستقیم هم درگیر ماجرا نبودند، خبر اونقدر پیچیده بود که کودکانی که درگیر نبودند در مدارس درگیر ماجرا شدند. ببینید، حالا وقتی برگردیم به کسانی که سوگ دارن و سوگواری میکنن، اول یک مقدار باید تفکیک قائل بشیم، حداقل از لحاظ سنی، گرچه که حالا جنسیت کودکان، طبقه اجتماعی و تجربه این کودکان هم میتونه تأثیر بگذاره قطعا روی اون نوع برخوردشون با تراما و اون تراژدی که دارن تجربه میکنن. اما یه مقدار تفکیک قائل بشیم از لحاظ کودکان زیر دبستان که اونها هم باز دوباره از لحاظ سن رشد به تا حدود مثلا 2 یا 3 سال و بعد تا زیر دبستان طبقه بندی میکنن، و بعد کودکان دبستانی و کودکان نوجوان. و در مورد کودکان، بعضا اونهایی که هنوز مکالمه‌شون تکمیل نشده، حرف راحت نمیزنن، این اشتباه میتونه به وجود بیاد که حرف زدنها و رفتارهای اطرافیان رو خیلی متوجهش نمیشن، در صورتی که اونها عمدتا احساسشون رو نمیتونن بیان بکنن. در مورد کودکان دبستانی بحث امنیت بسیار مطرح میشون، اتفاقی که میفته حتی اگر خیلی هم نزدیک بهش نباشن باهاش همزاد پنداری میکنن و نگران اطرافیان خودشون، به خصوص پدر مادر خودشون و خودشون میشن. و در مورد نوجوان‌ها هم میتونه بحث به خصوص موضوع خشم و زیر سوال رفتن عدالت مطرح بشه. اگر اتفاق، همونجور که توی این گفتگوهای با خانواده ها هم مطرح شد، اگر اتفاق مثلا نقص فنی بود یا مثلا سیل و زلزله بود، میتونست عدالت خدا، اگر خدا باور بودن یا خانواده اینطور فکر میکرد، زیر سوال بره یا به صورت کلی یک سوال فلسفی براشون به وجود بیاد. اما تو این شرایط میتونه اون خشم یا اون نفرتی که دوست از اشاره بهش کردن در مورد اون بچه‌ها هم به وجود بیاد. موضوعی که خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که ما اولا خب به هر حال نزدیکان اگر که سوگوار باشند میتونن تو این شرایط فراموش بکنن یا نتونن ارتباط نزدیک با خود کودک برقرار کنن. خیلی مهم اطرافیان دیگه یا اون کسانی که بیشتر به خودشون مسلطن همراهی بکنن، و خیلی اهمیت داره که با خود کودک صحبت بشه. و این صحبت آقای فرمند به چه شکل باید باشه؟ چون در فرهنگ ما خیلی وقتها، همونطور که شما خودتون هم اشاره کردید، حتی کودکانی که سن بیشتری هم دارن، نه فقط اونهایی که نمیتونن حرف بزنن، جوری باشون برخورد ممکنه بشه که اینها بچن و سرشون نمیشه، متوجه نمیشن. واقعا اولا آیا اینطور هست، یا اینکه باید با این بچه‌ها به طور مشخص نشست و توضیح داد؟ اگر باید توضیح داد، این توضیح باید چطور باشه؟ نه خب قطعا اینطور نیست. یعنی بچه ها، یکی از پیشنهاداتی که همیشه میشه در اینجور شرایط بحرانی، حالا قبل از اینکه این اتفاق تراژیک بیفته، بحث جنگ بود و بحث ترس از جنگ، موضوع این هستش که اینها از اخبار دور باشن. ولی حجم فاجعه، حجم تراژدی اینقدر بالا بوده و میگم اون پروپاگاندای حکومتی و رسانه‌ای اینقدر بالا بوده که نمیشه، و به خصوص به خاطر رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، این امکان پذیر نیست. برمانون اونها میدونن. چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که هر کدوم از اینها چقدر میدونن و چه مقدار از اطلاعات رو دارند. بنابراین پیش از این که اطلاعات رو به اونها بدیم، اهمیت پیدا میکنه که در جریان قرار بگیریم که اونها
تا چه حد در جریان هستن، چه چیزهایی میدونن و از کجا شنیدن و چقدر شنیدن. در مورد کودکان به خصوص دبستانی خیلی مهمه که وارد جزئیات نشیم. اگر اونها چیزهایی شنیدن، تلاش بکنیم که اون جزئیات رو خیلی بهش پروبال ندیم، به خاطر میگم به خصوص اون بخشی که اینها درونی میکنن و تبدیلش میکنن به یک تجربه شخصی که اتفاق نیفتاده و تبدیل به کابوس ها و یک ترامای طولانی مدت میشه براشون. در مورد خب نوجوان ها میشه بیشتر راجبش حرف زد، ولی چیزی که خیلی میتونه به خصوص کمک کننده باشه در این شرایط، در مورد تمام این کودکان از جمله نوجوان ها، مفاهیم هست. یعنی اینجا یک فرصتی است که ما وارد مفهوم مرگ بشیم. گرچه که طبق یک از برنامه های خوبی که بی بی سی هم تهیه کرده بود راجع به مفهوم مرگ خیلی زودتر از اینها باید شروع کرد، اما به هر حال این الان یک فرصتی است که راجع به این موضوع و همچنین همونجور که اشاره کردم مفهوم عدالت، یعنی وارد شدن به این بحثا نه به خاطر اینکه حواس کودک رو احیانا پرتش بکنه، بلکه خود این کمک میکنه به یک پروسه گذار از این و مواجه شدنش. خیلی به خصوص اگر خانواده با تراژدی برخورد کرده باشه و تعبیر خودش این باشه که این نشون میده که احیانا خب حکومت قصدی داشته، عمدی داشته، اگر قصدی هم نداشته به هر حال جنایت کرده، خیلی نباید خوشحال بود از این که این خشم و این نفرت در کودک، این حس الان کودک هست. اینها میتونه بسیار آسیب زننده باشه، پس بنابراین اون رو باید تبدیلش کرد به مسیر مفاهیم اصلی مثل مفاهیم حقوق بشری که پیمان نامه از وظایف ماست، میتونه کمک کننده هم باشه برای گذار از این تراما. آقای فرمان، شما سال هاست که در مورد حقوق کودکان افراد زندانی کار کردید، در مورد حقوق در واقع کودکان به طور کلی در فجایع اجتماعی و سیاسی صحبت کردید. من میخوام بدونم که در کل توصیه شما این هستش که پدر مادرها و خانواده ها بچه ها رو از اخبار دور نگه دارند و تا چه حد دور نگه دارند؟ یعنی بحث این هستش که بعضی به قول خودتون بعضی وقت اصلا امکان پذیر نیست دور نگه داشتن اونها. چه چیزهایی رو باید بچه ها بفهمن و بدونن، چه چیزهایی رو نباید بدونن؟ یکی از چیزایی که مطرح میشه بعضن بعضیا که اخبار رو با جزئیات مطرح میکنن یا براشون اهمیت نداره خیلی در مورد کودکان، این هستش که خب این واقعیت‌های دنیای بیرون هست، گرچه کاملا حرف درستی است، اما اینکه به چه شکل این واقعیت به کودک منتقل بشه اهمیت پیدا میکنه. باز همونجور که گفتم کودک طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، کودک باید که حقیقت رو اون هم حق داره حقیقت رو بدونه و واقعیت رو بدونه. اگر کسی زندانی شده، کشته شده یا تراژدی داره در اون اتفاق میفته. اما اینکه این کودک چطور، همونجور که گفتم کودکان دبستان، پیش دبستان، لزومی نداره از جزئیات ماجرا با خبر باشن. خیلی اهمیت داره که ما وارد پروسه های دوگانه سازی خیر و شر نشیم. موضوع اینه که میگم اون مفاهیم اساسی خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی یک همچین اتفاقاتی هرچه دورتر خب یه مقدار راحت‌تر، چون سوگ رو درگیرش نیست، و اگر هم نزدیک باشه به هر حال فرصت‌هایی هستن برای ما تا بتونیم این مفاهیم رو برای کودکان جا بدازیم. خب حالا اینکه چقدر خود خانواده‌ها با این مفاهیم آشنا هستن، این وظایف ماست که توی شرایط مختلف اون رو دقیق جا بندازیم. الان اینجا موضوع این هستش که چقدر اهمیت داره که ما حقیقت رو بدونیم، چقدر اهمیت داره که عدالت رو بخوایم و عدالت مفهومش چی هستش. برگردم دوباره به سوال شما، متناسب با سن کودک مهم اینه که راجبش اطلاع پیدا بکنن و اینکه واقعا تو دنیا داره چه اتفاقی میفته و لزوما همه اتفاقات اون شکلی که ما فکر میکنیم و عادلانه نیست و رفتارهایی ممکن از آدم ها سر بزنه. بلکه خیلی اهمیت داره که پیامی که به کودک میگیم پیام میگم اون دوگانه سازی ها نشه، به خاطر اینکه کودک اون اگر ما خیلی مسلط باشیم و بتونیم احیانا تفکیک بکنیم بین افراد و شکل‌های مختلف، این میتونه در مورد کودکان الگوهای خاص رو به وجود بیاره و اونها از همدلی دور بشن و بعد نتونن اونها رو تبدیل بکنن به یک مفاهیم ارزش‌هایی که لازمه دانش داشته باشه. ممنونم از شما حامد فرمند، فعال حقوق کودکان.